بنام حضرت دوست که هرچی داریم از اوست به خدایی که دوستی و مهربانی و محبت را دوست دارد به نام خدایی که دلها و قلبهای ما را برای دوستی و محبت خلق کرد عزیزان و بیننده سلام گرم ما را پذیرا باشین که از برنامه روشنا تقدیم میکنم خدمت همه شما بیننده های عزیز شما هموطنان عزیزم امید دارم که در هر جایی که هستین جور و باشین و بیننده برنامه روشنام بله بسیار خوش آمدید میگم به شما عزیزان و اما نمیفهمی شعر شنیدن یا نشنیدن میگن که درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آورد نهال دشمنی برکند که رنج بیشمار آرد چه شعر زیبایی هست بله و چه قدر معنی زیبایی دارم یعنی که ما همیشه باید به دنبال دوستی باشیم به دنبال مهربانی باشیم به دنبال محبت کردن باشیم و بیایم کینه ها و کدورت ها و دشمنی ها را برداریم و اگر زمانی برسه که ما کینه ها و کدورت ها و دشمنی ها را از زندگی ما برداریم مطمئنا به جای او دوستی ها و مهربانی ها و محبت ها جایگزین میشد. و آن وقت هست که ما میتونیم یک زندگی داشته باشیم که همیشه گفتیم زندگی پر از صفا و صمیمیت و مهربانی اما عزیزان در روزهای سهشنبه ما موضوع برنامه ما عوامل بیرونی و تاثیر آن در نظام خانواده هست و یکی از او انتخاب دوست نقش دوست و همسالان در روابط خانواده است خانم اصلزاده کارشناس برنامه برنامه امروز ما است و تشریف میارن در اسیدو و در رابطه با این موضوع همراه شما صحبت و گفتگو خواهیم کرد زندگی موسیقی گندش هاست زندگی باغ تماشای خود است زندگی یعنی همین پروازها صبا لبخندها آوازها زندگی ذره کاهی است که کوهش کردیم زندگی نام نیکویی است که خارش کردیم زندگی نیست بجز نمنم باران بهار زندگی نیست بجز دیدن یار زندگی نیست بجز اش و جز حرف محبت به کسی و نه هر خوار و کسی زندگی کرده بسی زندگی تجربه تلخ فراوان دارد سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم بسیار زیاد تشکر میکنیم از حضور گرم همه شما خانواده های عزیز و فامیل های محترم بیننده های عزیز و ما بله موضوع برنامه ما که در هفته های قبل ما شروع کرده بودیم در رابطه با عوامل تاثیرات بیرونی در نظام خانواده هست و ای که موضوع زیر مجموعه او هم نقش دوستان و همسالان در روابط خانواده در رابطه با این موضوعات همراه با خانم حسنزاده عزیز صحبت ها و داریم اما خب بله کودکان و نوجوانان و جوانان عزیزی که در جمع خانواده هستند اینها افرادی هستند که در شروع بسیار علاقه من هستند و یک استقلال خاص ندارند و بسیار وابستگی به خانواده دارند اما وقتی رفته رفته بزرگتر و کلانتر میشن بسیار علاقه من هستن که دوستانی داشته باشن و با آن دوستان و همسالان خودشان روابط داشته باشن و این گونه هست که نقش دوست و همسالان در روابط خانواده بسیار مهم میشد. پس در این مورد میخوایم با شما عزیزان صحبت ها و گفتگوهایی داشته باشیم خانم حسن زاده هم در استودیو هستند و سلام علیکم می خدمتشان و خوش میگیم بسم الله الرحمن الرحیم بنده ما سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترمی که برنامه رو میبینن ان در هر کجا هستن جور و سعادتمند باشند. بله خب نقش دوست و همسالان در روابط خانواده خب به حال اینها هم عوامل بیرونی هستند که در نظام خانواده چقدر میتونن اینها موثر باشند حالا دوستان و همسالان در کودکان جوانان نوجوانان حتی بزرگ سالان چقدر میتونه معصر باشه خانم مثلا بله بله به نکته خوب اشاره کردیم موضوع برنامه رو گفتین نظام خانواده و تاثیر عوامل بیرونی بر نظام بله. خانواده هست که در جلسه قبل و در مورد دخالت اطرافیان ما صحبت هایی رو کردیم گفتیم که اقوام نزدیک باشه مثل خوش خسور باشه پدر و مادر اونهایی که خارج از هسته مرکزی خانواده هستند ما دخالت اطرافیان رو در جلسه قبل مورد بررسی قرار دادیم اما در این جلسه میخوایم نقش دوستان و همسالان رو که باز هم از عوامل بیرونی هستن ام. و میتونن بر خانواده تاثیر زیادی داشته باشن رو مورد بررسی قرار میدیم اما بحثی که ما میخوایم بکنیم این است که تاثیر دوست بر شخصیت انسان تا کجا است؟ یعنی تا چه حد میتونه تأثیر, تاثیر گذار باشه بعضیا فکر میکنن تاثیر دوست بر نظام خانواده اصلا تاثیری نداره آه. در صورتی که ما میگم نه ممکن با دوست یک ساعت مثلا دو ساعت در تعامل هستی و این تعامل یک دو ساعت میتونه بر روی زندگی شما بر روی شخصیت شما تاثیر بگذاره خصوص کودکان و نوجوانان که در یک مرحله هستند که الگو پذیری دارند، سریع الگو میگیرن و بر حال از او الگوها روی ذهنیت خودشان رو رفتارهای خودشان دوست که به حساب سازگاری داشته باشن اونها نسبت به شخصیت خودشان اصلا اینها باعث میشه که در زندگی و شخصیت انسان تأثیرگذار گذار باشه و در آینده افراد هم میتونه تاثیر گذار باشه و زندگی اونها رو در آینده در تاثیر قرار بده بله وقتی که بر روی شخصیت انسان تاثیر دیش به مراتب اولا به خانواده او هم تاثیر میگذاره خب ما میخوایم بگیم که و... ما فکر میکنیم وقتی بیرون هستیم یک دوستی رو ملاقات میکنیم همون لحظه بر روی ما تاثیر داره بلد. ما این رو میخوایم بگیم که اون لحظه تنها تاثیر گذار نیست فراتر از یک لحظه آشنا شدن با دوست و رفت آمده با یک دوست بلکه میتونه آینده ما را تحت تاثیر قرار ده. اگه به مرور زمان با او دوست در روابط مثلا رفت و آمد داشته باشیم و حتی میتونه اجزای اصلی و مهم زندگی ما رو تحت تاثیر او دوست قرار بگیره چقدر مهم است پس این موضوع یک آره حتی حس تعلق ما به با او دوست باعث میشه که خوشحالی ما سلامت روان ما شادی های ما افسردگی ناراحتی های ما تحت تاثیر قرار ده خب مطمئنا این تاثیراتی که در شخصیت ما ایجاد میشه به خانه ما خانواده ما تاثیر میگذاره مثلا خانواده که با او زندگی ام. میکنه حال همسر باشن فرزندان باشن به رو همون هم تاثیر میگذاره و باعث میشه که او تاثیراتی که من دوست با خارج از خانه داشتم به داخل خانه بیارم و او تحت تاثیر قرار بگیره حالا سنت این حالتایی که میگه خواسته است یا ناخواسته است بعضی وقتا به صورت خواسته هست که مثلا او. حرفی رو دوست میزنه و ما روی ما تاثیر میگذاره و ممکنه بعضی از وقتا عادت یک دوست به عنوان ناخواسته خواسته بر روی ما تاثیر بگذاره بله. حال ما بیان میکنیم از چند طریق میتونه که این مثلا از روی خواسته های ما باشه یا به صورت ناخداگاه به انسان اثر بگذاره از چند طریق بر زندگی ما اثر میگذاره گاهی وقتا خانم اصلا ببخشید این موضوع رو بگیم که ما خودم مثلا سر دختر خودم دیدیم مثلا یک قسم یک دوست که همیشه همراهش است ناخداگاه میبینی که شبیه از اون گپ میزنه او خودش متوجه نمیشه ولی ما متوجه میشم حتی عرفه مثلا برش گفتیم که مثلا دختر بسیار مدل گب زدن و او رفتار گب زدن شبیه همون دوستت شده میگه من هیچ حواسم نیست متوجه نیستم نسبت به این موضوع ای همو خصوصا در نوجوانی باشه یا جوانی باشه یک نوع شبیه سازی و هم سازی ما داریم دوستان نسبت به هم دارن بره بره. حتی نوع پوشیدن حال رفتار و گفتار و اینها که مثلا تقلید میکنن هیچی نوع پوشیدن رو ما داریم جوانانی هستن نوع رفتار رو از دوست خودشان تقلید میکنن و میخوان شبیه او باشن یا وقتی در جمعی دوستان قرار میگیرن نمایان کم بیارن آه. به شکل همون لباس شکل بر خود میکنن برده برده. آداب و رسوم او خانواده حتی روی فرزند ما ممکنه تاثیر گذار باشه بله یکی دیگه که حتی یک دوستی که ما داریم داخل زندگی ما تاثیر روی نظرات ما تاثیر میگذاره روی احساسات ما تاثیر میگذاره و همین تبدیل به رفتار ما میشه برده. که تاثیر گذار هست خب حالا مثلا فکر میکنیم که ما حال با فلان کس دوست شدیم هیچ واکنشی نسبت به اون نداریم برده. یا مثلا هیچ احساسات او به ما ربط نداره در صورتی که به این شکل نیه. حتی ممکن ش... بوده و زیاد در زندگی ها اتفاق افتاده امید. افکار یک دوست به داخل زندگی و تاثیرات خیلی مثبت یا منفی گذاشته بلی. ما مثلا در همین مورد احساسات و واکنش بقیه رو نسبت به خودمان مثلا میسنجیم که یک دوست یک احساس و واکنشی داره بر روی مت... چی تاثیر داره به عنوان یک مثال بیان میکنم شما یک خانم رو فرض کنید نسبت به همسر خو خیلی او همسر خو فرد میروانی میدانه یا مثلا فردی میدانه که بسیار زحمت کشه بلی. لغمه نونی به حلاری به خانه میاره و این احساسات رو داره نسبت به همسر خود خب این احساسات تصویر مثبتی از همسر خود بلی. بر ذهن خود داره خب همین باعث میشه که یک رفتار مهربانه با محبتی با همسر خود داشته باشه بلی. ولی آمد یک دوست خدای نکرده به این خانم گفت که همسر شما این چیزایی که شما در مورد او فکر میکنی به این شکل نیست یک نکات منفی هم داره خب و نکات منفی رو به این خانم تذکر داد خب خانم اون نکات منف... منفی رو اگر چه نمیخواد در زندگی خوب پیاده کنه باعث میشه که در زندگی تاثیر بگذاره اون او تصور مثبتی که قبلا از همسر خودیشته از زندگی خودیشته حال نداره خب صد فیصد باعث میشه که بالای همین رفتار از این تاثیر بگذاره دلسته. یعنی رفتار از این شکل همو کسی بشه که به این منفیات القا کرده دلسته. خب این یکی از نکاتی است که ما میتونیم در بین خانواده این رو واقعا تذکر بدیم مم. که اگر هر و یا چیزی از منفی در از خارج مم. از خانه میشنوی زیاد روی شما اثر گذار نباشه بله. بلکه برای خود خود تا یک محدودی محدودیت قرار بده که من هر چی رو از خارج از خانه به راحتی قبول مم. نکنم ما به خان به سال بر خانم آزادی چون خانم ما یک بحث عاطفی تر هستم مم. زیاد بیشتر تحت تاثیر های بقیه قرار میگیرن و این بیشتر تاثیر گذار هست برای اونها تا آقایون یک مطلب دیگه هم که هست بعضی وقتات خصوصا بین جوان ها زیاد دیده میشه اینه که روی یک دوستی ناراحت هست شاد هست از لحاظ سلامت به هر شکل هست مطمئنا روی سلامتی ما هم تاثیر گذاره بر زندگی ما هم تاثیر بله، گذاره هست همچنان برعکس درست؟ اصلا. اگه یک دوست داشته باشیم که غمگین است، افسرده هست ناراحت هست دائم فکر میکنه که در زندگی شکست خورده و دوچار مشکلات است خدا نکنه آدمم چه یک دوست داشته باشه این منفیات به زندگی ما هم از باعث میشه وارد بشه به و ناامیدی به سراغ انسان بیایه آه. خب پس انسان باید در این موارد دقت کنه که به چه شکلی با چه دوستانی در ارتباط هست آه. و این دوستان تا کجا میتونن انسان رو راهنمایی کنن و تا کجا میتونن انسان رو خدای نکرده گمراه کنن آه. و این نکته باید انسان خیلی توجه کنه اگه میخواین انسان انسان موفقی باشه باید یک دوستانی رو پیدا کنه که الان ما باز در بخش بعد به می توضیح میدیم که چه خصوصیاتی داشته باشه ولی دوستانی باشه که انسان رو به پیشرفت سوق بدن تا به درست. گمراهی خدای نکرده و شکست خب ما،, ما حتی این مطالب رو گفتیم گفتیم در آداب حرکات و رفتار حتی در علم آدم تاثیرگذار هستند دو سال میگیم فضل در در علم در عبادت در عبادت این دوستی هست که اگر مثلا تحصیل کرده است مطمئنن زمینه ای میشه که انسان از استفاده کنه از تحصیلات از او, او از علمش استفاده کنه از تحصیلات او استفاده کنه خب این خودی باعث میشه انسان ام. یک ترقی در او ایجاد کنه ما حتی در قرآن کریم به این نکته واقعا اشاره شده ده. خداوند متا در سوره فرقان هست که اشاره میکنن که دوست انسان در سعادت و شقاوت انسان تأثیر گذاره یعنی دیگه به دنیا تنها منتظر نشد بلکه آخرت انسان هم باید. در گروه یک دوست خوب هست خداوند متعال سوره فرقان از آیه 25 تا 28 و این رو بیان میکنن که وقتی صحنه قیامت میشه صحنه پشیمانی میشه یکی از مواردی که باعث میشه که انسان ها مثلا حسرت بخورن و تاسف بخورن انتخاب رفیق بد یعنی <applause> باعث شده که او از رفیق بد اینها رو از راه راست منحرف کنه نهارو. حتی در آیه 28 میفرمایند ای وار بر من کاش فلان شخص گمراه رو دوست خودم انتخاب نمی کردم. و این کلمه یعنی یعنی او شخص گمراه باعث شد که من رو گمراه کنه ما داریم در شعن نزول ای آیه آمده که خداوند متعال میگن که در وقتی که یه ای آیه رو نازه کردن میگن شعن نزولی بوده دو تا فرد بودن با هم دوست بودن این فرد یکی مهمانی زیاد میداده یکی از این دوستان و یک روز تصمیم میگیره در یکی از مهمانی های خودش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را هم دعوت کنند این فرد به نام عقبه نام داشته ام. وقتی عقبه پیامبر رو دعوت میکنن در مهمانی خودشان و پیامبر در جمع هستن و باعث میشه که دعوت به اسلام کنن بلد. و این فرد هم بگه که من شهادت چون مهمان من هستن و امه. بر سر سفره من نشستن و حتما حرف مثلا سخنان پیامبرم به دل ایشان شنید بلد. نشست, نشست. و... باعث میشه که بگه که پیامبرم حرفای خیلی خوبی زده بودن بلد. که در بلد. دل این فرد نشست بگه من حرف قبول میکنم و شهادت این را به زبان میارم دوست دعزی ای به این مجلس حضور نداشته و ایشون شرادت این رو به زبان میارن و پیامبر غذای ایشون رو تناول میکنن عمم. و بعد از چند روز دوست از اینا وقتی خبر میشه از انه... اه... اه... که آگاه میشه که ایشون شهادت شا... شا... این رو گفتن میگه آیا تو منحرف شدی چرا به اسلام آوردین و شهادت این برونتزی. گفتی و این رو وسوسه میکنه تا باعث بشه که این مرتد بشه دوباره برگرده برمیگرده میاد پخ... میگه باید بری پیش پیامبر بگی که من از دین و آیین شما خارج شدم و این فرد متاسفانه تحت تاثیر این دوست خودش باعث میشه که از آیین اسلام برگرده و مرتد بشه و بدتر از اون که بعد از یک مدتی اید باعث میشه که دشمنان پیامبر بشه و در جنگ بعد در چیز کفار به قتل برسه خب این چی رو میخواد برسانه شاقبتی. یک دوست که نا ماباب باعث شد بله. که سعادت دنیا و آخرت رو از این فرد سلب بله. کنه حالا و مثلا این که بیای روی افراد تاثیر بگذارد دوستی و دوستان خب فکر میکنید این نسبت به سن نام هست یعنی گاهی وقتا مثلا ما کودکان یا نوجوانان خود ما را وقتی که میبینیم اینا مثلا خب افرادی هستن که بر حال توانایی تصمیم گیریشان کمتر است که بتونن ذهن خودشان یا رفتارهای خودشان مدیریت کنن خب پایین تر است نسبت به افرادی که بزرگتر هستند بر هر که بزرگتر هستن تجربیات دارن عقلشان بر کم بیشتر است از طفلان و کودکانی که نمیتونن تصمیم بگیرن خب ما این انتخاب دوست و همسالانه که میگیم ای که برها نقش دنیا و زندگی و آخرتشان میتونه خوب یا بد باشه آیا نسبت به کودکان نوجوان است یا نسبت به کلگی این موضوع نسبت به همگی هست خب کل افراد همه. هست چی بزرگ چی کودک ولی یه چیز دیگه ما باید اینجا مد نظر داشته باشه کودک تا هفت سالگی که از پدر مادر خوب بیشتر حرف شنوی داره و چون به مدرسه نرفته دوستانی و معمولا کسانی هستن که داخل اقوام هستن زیاد نگران کننده نیست وقتی نگران کننده میشه اینجا حساس تر میشه حتی از یک بزرگ سال. ای به کودک به سن نوجوانی رسید یا جوانی رسید ممتنی. چون معمولا این افراد دیگه مجبور خانه رو ترک میکنن به خاطر تب میرن و اطرافیان در اجتماع حضور در پیدا میکنن می خب اینها از یک طرف او حس غرور جوانی اونها که میخوان هم همانستازی کنن خود خودخوشبیه بقیه کنن و علایق متفاوتی دارن علایقی دارن که نزدیک به همسالان بله از اونا هست بله خب اینها باعث میشه که صد بیست چیز تاثیرگذاری بیشتر باشه که از بله یک بزرگ سال بیشتر ما حتی داریم کسانی میگن ما هفت سال مثلا هفت سال هشت سال کودک خور به داخل خانه خوب تربیت کردیم ام. هیچ مشکلی با این کودک نداشتیم ای وقتی که به مرسی که به مطب رفت این کلا فرق کرد رفتارش بله. رفتار تغییر کرد حرف شنوی از والدین نداره یعنی در زمان نوجوانی ای گپ اگر شوه خب درست است ولی چرا مثلا در افراد بزرگسال گپ است افراد بزرگسال خب به هر تجربه ای دارند عقلشان و زمینه که تصمیم بگیرن شیطان هیچگاه قا قا انسان قافل نیست شیطان هیچگاه انسان قا... نیست درست دست خود اینا هست ولی باز هم تاثیرات منفی او دوست داخ... انسان کلا یه جوری است که تحت تاثیر بعضی از حرفا قرار میگیره یا برای محکم کردن بعضی از دوستی ها مجبور کارهایی را انجام بده این بزرگسالی کودک قدق... مثلا سنای پایین نداره ولی اگه در کودکی همین محکم بشه و دوست دوستان خوبی انتخاب کنن مثلا چه خوب هسته در این مورد به والدین بگیم دوستانی رو ش... بر... سعی کنیم بره فرزندان خود نه انتخاب کنیم چون اگه انتخاب کردیم اعتماد به نفس از اونا میگیریم که من به شما اعتماد ندارم شما دوست خوبی رو انتخاب بلیو. نه راهنمایی کنیم مثلا به جلسات مذهبی که مورد اعتماد هستن اونا رو ببرید که دوستانی در او جمع انتخاب کنن یعنی یک شناخت جزئی به او فرد داشته باشیم به خانه او و فرد داشته باشیم که نوجوان با او دوست است که بدانم که او ما در چه تا مثلا این نوجوان چه قایدی میخواد از یاد بگیره چون دوست بالاخره نزدیکترین فرد به او هسته اله. خب این در نوجوانی مطمئنا در بزرگسالی هم در انسان تاثیر داره او جورنیه که بگیم ما دیگه بیمه شده ام. من مثلا دوره کودکی و نوجوانی و جوانی دوران ام. حساس رو ب... و بلوغ رو گذراندم دیگه الان یک فرد بزرگسال است و, و قدرت تصمیم گیری های خوبی داره نه انسان در همه جاها لبه پرتگاه قرار میگیره باید انسان در همه جاها نگاه کنه آه. که در کجا قرار داره مثلا این موارد کشخودقی و انحرافاتی از دوست میبینه ممکنه او دوست دیگه در انتخابش یا حتی وقت نکرده ما او دوست رو محک بزنیم مم. که به چه شکلی هست داری. ممکنه خدای ده ایمان انسان رو و حتی اعتقادات انسان رو از انسان سلب بعد این نکته رو باید توجه کنیم. یک مطلب دیگه که برای دوست نوجوان دوره نوجوانی تا این قسمت بحث نوجوانی از ما میخوایم بیان کنیم این است که خانواده ها یک نظارتی داشته باشن. بعضی از خانواده ها مثلا ما دیدیم میگن که بچه ما بیرون از خانه به متبه. به کلاسا خونه دیگه دوستا خونه مثلا اون جیت انتخاب کنه و هیچ اجازه ای نمیدن که دوستان از اونا به خانه از اینا بیای یا اصلا نمیشناسن دوست بچه دلی. از اینا کی هست حتی یک بار امور ندیدن اینه و خصوصا سنهای پایین حتما خانواده های محترم توجه داشته باشن دوست هایی که با در آمد هستن فرزندان اونا با اونا رو دیگاه گدای اونا رو ببینن ام. که چه شخصیتی داره خانواده از او آشناشن به بحانه های مختلف چون این شخصیت بعدن فرزند رو تاثیر گذار باشه و یک حتی متان او وقتی که مثلا کودک یا فر... مثلا نوجوان که خارج از خانه یک عادتی رو پیدا کرد او رو به داخل خانه بیاره و بقیه, بله در درگیر بشن مم. و این هم یکی از عوامل بیرونی است که خانواده ها باید به توجه کنن اینجی خانواده ها باید توجه بیشتری نسبت به نوجوان های خودشان داشته باشد بگه خانم حسن. مثلا صرفی که والدین ما مثلا نظارت داشته باشن ای که مثلا ببینن که این کودکان یا نوجوان های ما با چه دوستای خود ارتباط دارن با چه کسایی هستن رفت آمدشان چه قسمی هست فقط نظارت داشته باشن یا ای که مثلا میتونن چه رفتارهای دیگه یا میتونن بگیرن که نوجوان خودشان این انتخاب دوست و ای که چه قسم انتخاب کنن چه گونه مثلا چه کسایی را گفتگو کنن به او بگوین این مسائل ها هم بسیار علاقه من هستم که متوجه باشیم و به خصوص والدین عزیز ما که حتما سوالات در ذهنیتشان هست البته بعد از یک میان برنامه خوش بسیار علی خب تشکر از همراهی گرمتان میان برنامه آماده نشر داریم تقدیم شما میکنیم و امید داریم که همچنان همراه ما باشیم بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان برایت از فرج خواندیم و این از روی عادت نیست دعا کردن برای تو مگر اصل روایت نیست توی که انتظارت افضل الاعمال آدم هاست بدون انتظار تو عبادت ها عبادت نیست برای ظالمان و کافران و, و دوزان، مگر ای حجت حق بودنت اتمام حجت نیست سلاحی نیست غیر از عشق در دستان ما اما نمیدانم چرا در این دعاها استجابت نیست گناه قدر ما را در سیاهی ها فرو برده است که حسی در وجود ما بجز حس خجالت نیست سپیدی های مویم بارها خاطر نشان کردند که وقتی موسم دیدار می آید که فرصت نیست خدای مهربان هم در فرج تعجیل خواهد کرد به شرطی که ببیند در دل ما سوء نیت نیست آقا ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است گر دادم نرسی میروم از دست بیا نامت آرامش این قلب گرفتار من است همه جا بخشش و احسان و کرم کار تو است کاسلیسی در خانه تو کار من است دانم ای دوست که به ارزش و بی قیمت ولی آخر چه کسی جز تو خریدار من است بگذری گر شبی از گوشه سجاده من بنگری آه جگر سوز فقط یار من است ای که دیدار تو رویای شب تار من است یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است کاش آید سحری که تو لیاقت بدهی بعد یک عمر دگر نوبت دیدار من است ای عزیز همه عالم تو خودت میدانی کولباری ز گنه تحفه بازار من است پسر فاطمه پسر فاطمه ما سائل درگاه تویی پسر فاطمه ما سائل درگاه تویی کرمی کن که گدایان سر راه تو ایم گر ب دادم نرسی میروم از دست بیا نامت آرامش این قلب گرفتار من است ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است یا صاحب الزمان خب از دان همیشه به شما از گفتیم که بسیار خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشین نمبر واتساپی ما را همیشه گفتیم و حتما همکاران ما زینویس تلویزیون ها های شما عزیزان هم میکنن اما نمبر واتساپی ما مثبت 964 780 255 40 13 با ما از این طریق در ارتباط باشین منتظر پیام های شما عزیزان هستیم بر حال میتونین انتقادات پیشنهادات و سوالات و مشاوره های خودتان با ما در جریان قرار بدین و حتما کارشناسان محترم برنامه پاسخگوی شما عزیزان هستن و دوستی با ما در ارتباط بودن پیام سوتی برای ما ارسال کردن که یک جان تشکری میکنیم ازشان و این سوال پرسان میکنیم از خواهر خانم حسنزاده عزیز خانم حسنزاده سوال داریم به صورت پیام صوتی ارسال کردن برای ما ایرا پخش میکنیم بشنوین هم از بیننده ما و هم شما سلام وقت شما بخیر خوشی احمدی از ولایت جوز سوالی که بنده از شما داشتم ای است که آیا دوست شدن با افراد اجنبی بدون در جیرون گذاشتن خانواده ما آیا ای کدام مشکل برای روابط خانوادگی ما ایجاد کند یا خیر بله بله تشکر میکنم از دوست عزیزی که سوالی رو فرمودم و خیلی سوال به جایی رو پرسیدم بله, بله. دوست شدم به افراد خارج از خانواده امه. بسیار تاثیر گذاره در خانواده همونطور که یک مقداری در جلسه قبل گفتیم ولی باید این دوستی ها رو ما اگه دقت کنیم که به چه سمت سوی حرکت بدیم بله. ما میتونیم تاثیر مثبت رو در خانواده ببینیم امه. یا تاثیر منفی رو در خانواده ببینیم و اما چه دوستانی هستند که تاثیر مثبت در خانواده دارن و چه دوستانی که تاثیر منفی در خانواده دارد الان من چند نکته رو در این زمینه بحث میکنم بله. یکی مسئله اول باید در مسئله دوستیابی ما دقت کنیم وقتی که میخواهیم خواهیم تاثیر مثبت در خانواده داشته باشن مم. یک دوستایی رو برای خود انتخاب کنیم که دوستانی باشن دارای ارزش اخلاقی خوب فضایل اخلاقی رو داشته باشن <applause> اگه به این سبک دوستانی داشته مطمئنا تاثیر مثبت در خانواده داره چون شناخت کافی ما از هر دوستی نداریم دلوقت. ولی اگر با این ملاک ها ما دوست رو تعیین کنیم مطمئنا تاثیرات مثبت دارن اول سوره کف از آیه 28 که خداوند متعال میفرمایند در مورد انتخاب همنشین هم دوست مد نظر هست دلوقت. همراه باش با هر کی که هر روز صبح و شام پروردگار خود رو میخونه و خوشنودی او رو طلب میکنه نباید به خاطر پیر چیزای دنیاوی و چشمان تو رو بسته بشه این نکته رو اشاره میکنه که به دنیا توجه نکن ولی دوستی رو هم نشین انتخاب کن که همیشه تو رو بیاد خدا میندازه چی صبح باشه چی شب بره. خب مطمئنا به این شکل دوست انسان انتخاب کنه خیلی در انسان تاثیر گذاره میتونم به سعادت برسه و نکات مثبتی رو در خانواده بره. بر روی انسان بگذاره دو مطلب دیگه که ما میتونیم بگیم اول که یاد خدا او دوست ما داشته باشه و افراد با ایمان باشه دوم اینکه فرد قابل اعتماد باشه یعنی ما یکی از خصوصیاتی که دوست انتخاب میکنه صادق باشه افراد دروغگو خدای نکرد تفرقه به انداز و اینها نباشه چون اینها زندگی انسان رو تحت تاثیر قرار میدن و یکی بهترین دوست اینه که عیب ای خود انسان رو به خود انسان بده هیچ وقت نباشه که عیب انسان رو از او بگه خب این یک دوستی هست که انسان میتونه به او اعتماد, اعتماد کنه و همیشه میتونه انسان با او مثلا در رفت آمد باشه خب از همه مهمتر ما میتونیم بگیم با کسی به صورت کلی میتونیم بگیم با کسی همنشین باشیم که یادش و دیدارش انسان رو بیاد خدا بندازه, خدا بندازه. گفتارش بر علم و انسان بی سای مثلا وقتی باش در, در تعامل هستیم بله. یک چیزی به ما اضافه بشه نه که حتی خدا نکرده از او درجه علمی و این فضایل اخلاقی آه. که به انسان اضافه نمیشه خدا نکرده به پایین تر هم انسان رو بعضی از دوستان هستن متاسفانه بله. میکشونم و کردارش هم جوری باشه که انسان رو به آخرت نزدیک کنه آه. و ترغیب کنه آه. انسان مثلا برای خدا کاری را انجام بده این جور دوستان هستن که انسان رو به سعادت بله. و در خانواده هم تاثیر گذار هستند اما کسانی هستن متاسفانه مثلا برای کسانی که دوستانی که از بیرون انتخاب میکنیم که شناخت نسبت به اونها نداریم مم. کسانی هستن که انسان لطمه میزنن میگن رفیق ناباب میتونیم نام ببری که حتی دوستی از اینا باعث میشه به خانواده انسان هم لطمه بخوره بله. کسانی هستن که از دین و دنیا قافل هستن که خود سوره نجم هست آیه 29 مم. که میگن به پیامبر خداوند متعال میفرمایند از کسانی که شما را از دین قافل میسازه دوری کنه اعراض کن یعنی از اونها دور باش به اونها نزدیک نچو چون خطا و اعمال زشت اونها در شما تاثیر گذاره بله چه قدر موثر است موضوع انتقاب. انتخاب انتخاب مثل که همیشه که همون داستانی که گفتیم که یک دوستی باعث میشه سعادت انسان بله. را در خطر بیاندازه مم. یکی دیگه از افرادی که نباید با آنها دوستی کرد افراد منفی باف هستن امه. ای افراد همی منفی باش همیشه دید منفی دارن همیشه نیمه خالی لیوار رو مد بله. نظر دارن اینها باعث میشه که انسان ب... از اینها مثلا تقلید کنه و ناامیدی به سراغ انسان بیاد و حتی انسان رو از پیشرفت باز میدارن اینها رو باید انسان توجه داشته باشه یکی افراد دمدمی مزاج این افراد الان مثلا خواسته بشه امروز خدا آدم خوبه فردا یک توری دیگه خدا حتی بله. جواب سلام آدم رو نمیده خب این باعث میشه سلامت روان ما آسیب ببینم چی دوستی ما چه خطایی کردم که سلام بر جواب نه ما در صورت که این افراد دم دمی مجلس هستن این خصلت از اونها هست مم. که این با اینها گفتن دوستی نکنیم که میگیم که مثلا روی خانواده تاثیر میگذاره این موضوع خود از این چقدر قابل بحث از خانم هستن آره. که مثلا یک نفر یک دوست داره که او دوست سر از او چقدر تاثیرگذار است نه در رفتارش در اخلاقش. حتی اینکه آخرت و به یاد خدا انداختن او چقدر روی تاثیر این موضوعات کلش در روابط خانوادگی چقدر میتونه موثر باشه خب مثلا او شخص اخلاق رفتارش تغییر میکنه و پدر و مادر و خوار بیادرهای دیگرهایش که ای همیشه به نوع دیگه او رو میدیده حالا میبینن که تغییر کرده احسن. روابط خانوادگی در قسمت باز خراب میشه آسیب می و, حتی رابطه عاطفی اونها رو باعث میشه که آسیب ببینه <متصفح> چون یک خانواده دور شده و به این دوست نزدیک <متصفح> نزدیکتر شده یکی افراد پناهکار چون اینم در روابط خانوادگی دیگه انسان بالاخره هر چه <متصفح> مسائل رو پنهان کنه یک روزی است که اون سایل حقیقت آشکار میشه خب اگه بین خانواده باشه خدا اینا کرده اعتمادی دیگه بین خانواده ایجاد میشه یکی دیگه هم که از افراد خودخواه هستن که این باعث میشه که همتوسه هر دوست وقتی به همون سمت سو بره که به نفیونه یعنی تا زمانی او دوست مرمایی که به من نیاز داشته باشه الا. زمانی که من به اون نیاز داشته باشم از ما دوری کنه خب ما تمام خصلت خوب رو میگیم باید در یک دوست ام. باشه در یک که از حکمت های 38 سوره نهج و است که امام علی علیه السلام به فرزندشان امام حسن مشتبه سفارش کردن چنین دوستی رو انتخاب بکن و چنین دوستی رو انتخاب نکن این رو ما میخوانه میتونیم بگیم که کل مباحثی که برای انتخاب دوست مد نظر است در اینجا بهش اشاره شده حالا مثلا اگر یک دوست ما انتخاب کردیم که کل ویژگی های خوبی نداشت تو کنیم اون وقت یک انسان مثلا اینطور نیست که دیگه مثلا بگوی که یک فرشته از کل خصلت های خوب دهی هست ما همه ما یگان مثلا یا پای دیگه یک خوب... کاستی های دیگه داشت او وقت کنیم ما, ما به صورت کلی نگاه کنیم ملاک به صورت کلی معک بزنیم طب. او به قول شما انسان که انسان کامل نیست بلا. که به صورت هم مثلا معصوم مم. که نیست همه موارد رو به طور کامل داشته باشه ولی با این چند تا نکته است که واقعا در زندگی آه. ما یعنی تاثیر میگذاره که بسیار حساس از اونا رو بعد میگیریم او نکاتی است که در زندگی ما تاثیر میگذاره و زندگی ما رو یعنی خدای نکرده باعث میشه که حتی از هم بپاش شان اونا رو اینها رو مد نظر هست میگن امام علی علیه السلام فرمودن پسرم از دوستی با نادان بپرهیز چون نادان عقل درست فکر کردن رو نداره درست تصمیم نمیگیره چون که بپرهیز چرا که میخواد به تو نفی برسونه به تو ضرر میرسونه خب این انسان نادان همه من میدانه که مایه عذاب انسان هست دومین موردی که بیان کردن از دوستی با بخیل به پریز. چون هر چی سخت در دنیا به او نیاز داری واقعا بهش نیاز داری و سخت به او احتیاج داری او از تو دریغ میکنه ممکنه انسان در یک جای نیازی به یک فرد داشته باشه حال کمک مالی باشه ام. یا کمک مثلا غیر مالی باشه این باعث میشه دوست انسان از انسان دریغ کنه یا با انسان های فاسق و بدکار که ای را همه مم. ما میدانیم که وقتی به او سمت بره انسان به همو سمت حتی افراد بقیه خانواده هم مم. ما رو به همو سمت میشناسن و از دوستی با دروغگو بپرهیز ای چهارم این چهارمین مورد آه. هست چون انسان رو به سراب میبره به سرابی می میمانه چین دوستانی که انسان رو به یک جایی که مثلا نمیخواد برسه او رو میرس میگه تو میرسی و به او نزدیک میکنه و به جایی هم که دور همین نزدیک دور نشان میده یعنی چیز نزدیک رو به انسان دور نشان میده و چیزی که دور, دور هست, هست نزدیک نشان میده. ای از خیلی های باشه. برای یعنی انسان رو فریب میده من نمیتونم یک چیز غیر به دست آوردنی رو کسب کنم خب ولی این میگه نه تو میتونی وایس میشم که من به خاطر که به او تلاش کنم و از راه اصلی منحرف باشم درسته. این سعی میکنه انسان رو که یعنی یعنی سعی... برای تلاش کنه کوشش کنه آخر به او نتیجه نرسه شکست هم تا بخوره نه نس... بکنه خب ما به صورت کلی میخوایم یک مباحثی راهکارهایی رو بگیم که ده... اینها رو پیاده کنیم از آسیب به خانواده ما در دوستی مسمون مسمون میمانه یعنی باعث میشه جلوگیری شه که آسیب به خانواده نرسه یکی روابط عاطفی خود رو در خارج از خانه کنترل کنه درسته دوست صمیمیه انسان با دوست خیلی روابط صمیمی داره باش هر رازی رو در میان نگذاریم چون وقتی رابطه ها قوی بشه مم. ما در آموزهای اسلام داریم فقط تنها جایی که رابطه عاطفی قوی نیازه در داخل هسته مرکزی خانواده است بله. به نسبت والدین نسبت فرزندان و مهم. فرزندان نسبت با والدین خب اینها وقتی که به خارج از خانه شد اگه رابطه قوی شد باعث میشه این رابطه قوی مهم. یه جای بروز مشکل بکنه برای انسان و او خارج از کانون خانواده بر داخل خانواده تاثیر بگذاره کسایی بودن ما میتونیم یک مثال رو بزنیم کسایی بودن دوستای سمیمی داشتن از بس مهم. که رابطه با اونها قوی بوده و هر راز و اسرار رو در خانواده بود. اونها همونا باعث شدن به خانه، خانواده از اینا از هم بپاشه بله. و حتی خانواده هایی یعنی را... یک کمی که دشمنی و کینه پیدا کنن باعث میشن که اون رازها را بیاین افشا کنن احسن آه. یعنی تا یک جای انسان برای دوست برایش مرز تعیین کنه بله. تا یک جای پیش بره همیشه طرفا مثلا به دوست خود در دلا خو نگه دومین موردی که هست برای دوست باید مد نظر بگیریم اینه که برای دوستا و چی بزرگ سال چی ج... یک ملاک های انتخاب کنن که حساب شده دوست انتخاب کنن متاسفانه ما ب... کسایی داریم الان که میگن ما با فلان کس دوست بودیم ولی از ما آسیب خونه خورده میگیم چجوری این دوست رو انتخاب داشتی از آیا خودی و از خانواده شناخت داشته؟ میگه نه تصادفی مثلا این دوست رو پیدا کردم مثلا سوار مثلا ماتر بودیم ماشین بودیم تاکسی بودیم همین چین دوستی رو دیدیم باهاش آشنا شدیم دیگه شماره ما رد بلد شد با این رفت آمد شد همچین دوستای ما میگیم قابل اعتماد نیستن این شناخته داشته باشی از نوع خانواده از نوع تربیت از نوعی آشنا یادم نداشته باشه بسیار سخته و این نمیشه دوست انسان به عنوان دوست اینا رو انتخاب کنه و بغ... و همیشه انسان اعتماد کامل به دوست نداشته باشه ام. بعضی از ها... کسا هستن تمام دارایی های خود در اختیار دوست قرار میدن ام. در تمام مثلا حرفای خود خود که مثلا از لازم اقتصادی و اینها ام. تحت تاثیر دوست هستن حتی ما کسایی رو دیدیم که میگن خرج کردن مثلا دخل و خرج خانواده ما دوستای ما خبر دارن خودی میگیم که کار اشتباهی هست مم. چیزی که مربوط به خانواده تو هست برست. دوست تو نباید به اونها هر... اونها حریم های شخصی هست همین حریم های شخصی وقتی بریده بشه باعث میشه که انز... همون حریم هر... های شخصی بریده بشه به داخل خانواده و دوستا نفوذ کنن و صدمات جبران ناپذیری رو بر داخل خانواده بزنن یک مطلب دیگه هم که خیلی مهم هست انسان باید در نظر بگیره هیچ وقت به خصوص این نکته برای آقایون مد نظره معمولا دوستانی دارن و زیاد اونها رو به خانه خود دعوت میکنن با اون رفته آمد های سمیمی دارن این رو باید بگیم مد نظر داشته باشن بله. که این رفته آمد ها جوری نباشه که ارتباط محرم و نامحرم به هم بخوره بله. بسیار عالی تشکر میکنیم از صحبت هایتان دیگه فرصت اصلا باقی نمونده مجبوریم از حضور شما خدافزی کنیم تشکر میکنیم امیدوار هستیم که به حال همه این موضوعات در زندگی ما قابل اجرا باشه و بتونیم را عمل کنیم در زندگی سپاسگزار هستیم از حضور شما خانم حسنزاده عزیز و شما بیننده های محترم از حضور یک یک شما عزیزان می میکنیم لحظات ملکوتی از آن وقت کابل هم نزدیک هست ما را فراموش نکنید. خدا نگهدار صلاه الله سلام الله صلاه الله سلام الله عليك يا اجمل خلق